در حدیث میاد که من اکل من هذه الخضروات. یک چیزی مهم دیگه که دوستا به ما غربان دیگه که این موضوع رو باید تذکر بودی امی آل ده این اصل امی فشار و تکلیفات یاد شده و مردم سیر میخورد یا پیاز میخورد چیزایی رو میخورد که اونمو بوی دارد و وقتی که در مجید میاد سر خودش متاثر نداره عادت کرده و تکلیف داره اونمو رو باید بخورد و میخورد ولی سر دیگر نمازش خراب میکنه و بوی بسیار بد داره همجوار در نماز نمی فهمد اذیت میشه او را خود جای خود برد ملائکه ها اذیت میشه پیغمبر علیه السلام می فرماید که من اکل من هذه الخضروات کسی که از امی سبزیجات بخوره که سم و سلس یک دوست دیگر رو بیده در حدیث لیکن این نیز یاد خورده میشه فلا یقربن نمسجد را او در مجید ما نمی در مجید نمی چرا که ملائکه از اون چیزی که بنی آدم اذیت میشه ملائکه هم اذیت میشه سر هر کدام ما ملائکه حفظه است ملائکه کرام الکاتبین است راست و چپ و ملائکه حفظه و در این مجمعی که قرآن عظیم شان خوانده میشه ملائکه حاضر میشه و کسی که امی تو بوتر خورده باشه باز اونم اذیت میشه و اون کسی که مسلمان است اون هم اذیت باز پیغمبر علیه السلام چی میگه فَإِنْ كُنْتُمْ لَابُدَّ آكِلِهِمَا اگر شما لابودی هست میخورید فشار دارید تکلیف دارید و چاره رو دارید میخورید دیگه شنه است که باید بخورید فَقْتُلُوهُمَا بِالنَّارِ او را بکشید با آتش پخته بخورید او که خورد پخته شوه هم اثر خود دارد اون را بکشید خلاص و دیگه یک پیاز کسی که پیاز و چیزا رو بخوره شما تجربه کنید یکی مسواک بسیار مهم است یه گور میفهم قند گور هم همین کیفیت از بین میبره کسی که پیاز خورده باشه چیز خورده باشه که پشت سرش باز کمی گور بخوره قدی چای این نمی چرا بوی از بین میبره و مسواک بسیار مهم است نبی علیه الصلاه و السلام میفرماید که لولا ان اشق على امتی اگر به امتی ما تکلیف نمی بود مشقت نمی بود ما امر می کردم واجب می ساختم فرض می ساختم لازمی می ساختم مسواک عند کل صلات در وقت هر در هر نمازی که می باید مسواک لازمی و مثل که وضو لازمی است همین تا گفت من ایرم لازمی می ساختم لیکن این مشکل است در امت ما می فهمم که نمی تواند تو لغالا کسی که بسون و بسر می خورد امی دو بوتر می خورد و مسواک می خورد و اینکه باید بویر از بین می برد این خانم مسواک بسیار می بود و بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها حدیث روایت دخل میکنه بیهقی در شعب الایمان حدیث آورده تفضل الصلاه التي يستاق فيها و نمازی که در او مسواک زده شده در وضویش تو مسواک زده یا پیش از او تو مسواک از مسواک کار گرفته باشی باز میگه نماز میخوانی این نماز از اون نمازی که در او مسواک استفاده نشده تفضل 70 ضعف او کما قال 70 مرتبه فرق 70 مراتب فرق داره اون نمازی که تو پیش از نماز یا در وضو یا پیش از نماز به حساب از اینکه نان خورده ای مسواک زدی و به عمل نماز خواندی و اون نمازی که تو مسواک نزدی و خواندی در بینش 70 مرتبه فرق است در فضیلتش لحاظا همشیره های ما میتونن اینا نمود گشته که ما برسا و قیمتی و کریم قیمتی را استفاده میکنیم در لحاظ تیم دکتر صاحب ششتر اکثر باعث چی میشه؟ اما سنت از همه کلی که در زیاد مؤثر است اگر از دنیا کریما را بیاری و برسا را بیاری ولی همه مسواک استفاده کنی این مسواک از ده ها مرتبه از او به دهستر است و بهتر است و دندانه را حفاظتش می کنه و خداوند نورازی میشه یو تیره تو لرکم و مرداخ لرکم دن افاق می کنه و خداوند نورازی میشه از جمله آدابی مسجد چیز مانده بود و حدیث بودم نتانیش کنم و روزای بودشتم آدابی چاردهون ایتنزه المسجد من المجانین و سبیان که شما مسجد از دیوانه ها و از اطفال خور نگاه دارید از اینجا از این آیه امشیره ما به شکایت بسیار میرسه که بعضی همشیرهای ما اطفال خور میارن و او
مذاهبی در مجموع مذاهب است. خود مادرش هم به نماز نمی خواهد که من چی خواهدون عرش چی خواهد و سر دیگران نمازش خراب می خواهد. لحاظا کدام همشیره ما که اطفال خود داره و مراقبت اگر درش است اونا خداوند متعال در بخاند امی ثواب ختم قرآن عظیم شان به این نتیجه دیگه وضعیت نشود امی در خانه ثواب خودش بیتر. و اگر کسی مراقب داره اطفال خود رو نظر نبیاد و خودش بیاید خیر است، ولی اگر کسی مراقب نداره خداوند متعال امی ثوابی که برمان بیتر با اونمو همشیره ما در خانه بیتر بینه بینیدی که اجمع مون رو جزیت میشه. لحاظ اطفال خود گریزه که مذاهب میشه نمیمانه دیگران مختل میشه در نمازه اونمو اطفال باید مجید نبیاری. حدیثی پیغمبر سفر بسته کنید.